سلام، جمعه 1 تیر 1403، 21 ژوئن 2024 میلادی. خبرگزاری هنگاو خبر داد از اینکه یک قایق پناهجویان در آبهای بین یونان و ایتالیا پنجشنبه گذشته، یعنی 9 روز پیش، غرق شده که 77 سرنشین داشته و تاکنون تنها 10 نفر اونها پیدا شدند. 66 نفر مفقود هستند و متاسفانه در میان آنها 20 ایرانی که اکثرا هم از شهروندان کرد ایرانی هستند می باشند. بر صورت این قصه غم‌انگیز فرار از ایران و از جهنمی که خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی درست کرده تا کنون قربانیان زیادی داشته که امیدواریم این 20 نفر در میان اونها نباشه. کارگران پیمانی نفت به دعوت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از روز چهارشنبه 30 خرداد اعتصابی رو شروع کردند که تاکنون به 30 شرکت نفت و گاز و پتروشیمی سرایت کرده. بیش از 3000 کارگر به اعتصاب پیوستند و خواسته کارگران افزایش دستمزد تا سطح کارگران رسمی است، در واقع با شعار مزد برابر در مقابل کار برابری. همینطور بحث 14-14 رو مطرح کردند، 14 روز کار 14 روز استراحت در مناطق بد آب و هوا و روی شرایط سخت. همینطور بحث حذف شرکت‌های پیمانکاری که در واقع کارگران وقتی برای اونها کار می‌کنند در میدون عمل امنیت ندارند. این برای چندمین باری است که کارگران پیمانی نفت دست به اعتصاب می‌زنند و در 2 سال پیش موفق شدن نزدیک به 100,000 کارگر در سطح کشور رو به اعتصاب بکشونن، موضوعی که علارغم جنجال‌های حکومت و گرمبازاری که میخواد برای انتخابات درست کنه، اما مطالبات واقعی اخشار مردم بر جای خودش باقی است و این روزها یک بخشش در کارگران، در میان پرستاران، بازنشستگان، کارمندان بانک و غیره و غیره، کم و بیش اعتصابات و اعتراضات در جریان. اما بحث انتخابات، یعنی کماکان برآوردهای وزارت اطلاعات نشون میده که در میان مردم سردی در مورد انتخابات وجود داره و مثلا جوانان انقدر که به فوتبال جام ملت‌های اروپا الان توجه دارند، یک چندم اون هم به انتخابات وقعی نمیگذارند. اما در محافل حکومتی و باندهای مافیای قارت و قدرت کشمکش و یارکشی شدت گرفته. سپاهی ها بخششون زاکانی توانسته جذب بکنه، به خصوص اونها که از قبل او منتفع شدن، در مدیران به خصوص میانی و پاره شهرستان ها. اطلاعاتی ها دنبال پور محمدی به راه افتادند و قالیباف از هر دو گروه میخواد یار بکشه. جلیلی هم که زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده دنبال یارگیری از نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی از همگیست و به هر صورت این کشمکش ها حوادث جدیدتری خلق کرده، از جمله اینکه در مشهد به ستاد آقای جلیلی کوکتل مولوتوف پرتاب شده و در کاشان هم صحبت ظریف با شعار دادن عده مرگ بر منافق گفتن و غیر و مختل شده. مجموعه این کشمکش ها باعث شده که حکومت وحشت کرده از درگیری های این
گروه ها چون بحث پول، بحث تصاحب صندلی های قدرت و ابزارهایی که اینها دارن در عقبه خودشون و به جون همدیگه افتادن، به همین دلیل آماده باش کاملی به نیروها یه نظامی و انتظامی و غیره دادن، هم برای روز جمعه هم برای روز شنبه، یعنی فردایی که به هر حال از کیسه آقای خامنه یکی به عنوان برنده بیرون خواهد اومد. در همین حال خبر میرسه که غیر از مجتبی خامنه‌ای در کنار اون مسعود برادر سومی هم به تیم او پیوسته و با کاندیداها صحبت کردن، صحبت میکنن و افرادی رو در ستاد هر کدوم از اونها هم قرار دادن تا از نزدیک در جریان باشه. گفته میشه که این ارزیابی ها و صحبت ها و غیره برای این است که بالاخره خامنه ای به نتیجه برسه و تصمیمش رو بگیره که چه کسی رو از صندوق بیرون بیاره، به خصوص اینکه این بار مهندسی انتخابات با توجه به اینکه با شماره کارت ملی رأی میخوان بریزن تا حدی هم آسان‌تر شده. حکومت دنبال این است که بلکه بتواند با این سر و صداها و غیره مشارکت رو به 20% برسونه، یعنی 12 میلیون نفر از 60 میلیون جمعیت رأی دهنده، در حالی که کماکان وزارت اطلاعات روی عدد 8 میلیون یعنی کمتر از 13% رای دهنده ها تکیه میکنه و اطلاعات سپاه هم همون حدود 10 میلیون یا 16% رو میگه. به هر حال حکومت میخواد که اگر بتواند 13 میلیون 12 میلیون آدم رو پای صندوق ها بکشونه، اون وقت عدد 56 تا 58% یعنی بیش از 32 میلیون رای دهنده رو بتونه که جا بندازه و در واقع یک نمایش اینطوری درست کنه. به همین دلیل هم این روزها این سازمان های به اصطلاح سنجش افکاری که یکی از چپ و یکی از راست، یکی از دانشگاه، یکی از صدا و سیما به طرق مختلف اظهار نظر میکنن، سعی میکنن که آروم آروم درصد مشارکت رو هی بگن اومده بالاتر تا بعدن عدد 56 58 و حتی بیشتر قابل باور باشه، مگر اینکه آنچنان نخنما باشه که مثل دوره قبل رئیسی جرأت نکنن بگن. از سوی دیگه با آوردن پزشکیان و بخشی از اصلاح طلبان فشار زیادی دارن میارن که غیر از خاتمی و ظریف، آقای مصطفی تاجزاده هم بیاد و شرکت در انتخابات رو توصیه کنه و یا از پزشکیان مستقیما حمایت کنه، کوششی که در مورد آقای مهندس موسوی به نتیجه نرسید و فشارهایی که به او آوردن برای اینکه انتخابات رو تجویز کنه با سکوت موسوی مواجه شده و به قول یکی از نزدیکان آقای موسوی او در واقع حرف خودش رو زده در آخرین بیانیش و اون رفراندوم روی کل قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نمیخواد که در هر بازی و سیرک و باغ وحش و جنگولک بازی که خامنه ای در میاره او رو خرج کنن یا به کار بگیرن. اما سه تا مناظره هم که حکومت تا الان گذاشته یکی از یکی بیرمختر بوده و عملا این کاندیداها که میشه گفت حتی نسبت به نظام جمهوری اسلامی تیم دست دو محسوب میشن، هیچ کدوم نه حرف درخوری داشتن نه جرأت کردن پا روی خطوط قرمزی که خامنه ای گفته بگذارن و شرط و بیعی که باشون کرده پاستوریزه و بدون پا روی خطهای قرمز گذاشتن صحبت کنن رو تا الان رعایت کردن. در مورد حجاب تحمیلی هیچ کدومشون جرأت نکردن با طرح نور و برخورد با زنان و دختران مستقیم حرفی بزنن، حتی اکثر گفتن با خشونت مخالفند و یا
در این حدودها یا در مورد اینترنت یا در مورد سرکوب یا مسائل اساسی فساد اقتصاد پاشیده و غیره هیچ کدوم نشون دادن که ارزه این که دو کلمه حرف حسابی بزنن ندارن. جالبه که در مورد اینترنت همین چند کلمه ای هم که بعضی هاشون گفتند از اون وعده هایی که قبلی ها هم میدادن رئیسی هم داده بود، آقای زارعزاده وزیر ارتباطات فعلی که از کابینه رئیسی به جا مونده عنوان کرده که بی خودی وعده ندید، برای اینکه فیلترینگ اینترنت دست شورایی است که دولت در اون اقلیت و در واقع دست دولت نیست. به امید پیروزی ایران و ایرانی.